اگر برمیگشتم به 30 سال میگم به 30 سال قبل که دیگه قطعا اصلا نمیدونم چیکار میکردم، به 10 سال قبل اگر برمیگشتم به خودم مهربون‌تر بودم. پول برای ما راحتی میاره، اما خوشحالی از نحوه زندگی ما به وجود میاد. باید باهاش رقابت کنیم و خودمونو باهاش اندازه بزنیم. فقط خودمونیم و خودمون. اونی که مراقب بقیه مراقب خودمم باشه. منتظر نمیموندم آدم ها یه کاری بکنن، ازشون میخواستم. یه جایی که خسته شدین یاد بگیرین استراحت، بازی رو به هم نریزید. نازنین این آدم همینه، یا همین رو قبول کن یا برو. اگر امروز برمیگشتم اون موقع، من موقعیت‌های سختم رو به منزله مسیر رشدم می‌دیدم. سلام، من نازنین دانشور هستم، با یه ویدیو دیگه خدمتتون هستم. پیشاپیش سال نو مسیحی رو تبریک میگم و کریسمس رو تبریک میگم به همه دوستان مسیحی یا کسانی که در حقیقت جشن میگن این مراسم رو. و یک خواهشی در حقیقت ابتدای ویدیو دارم، یک کمکی ازتون میخواستم. لطفاً اگر دارین این ویدیو رو می‌بینین، دکمه سابسکرایب رو بزنین و سعی در حقیقت دلیلش هم اینه که این هم کمک میکنه که ویدیو باز نشر بیشتری پیدا بکنه، من دغدغه کمتری توی اطلاع رسانی داشته باشم. این یکی از چالش های من توی پخش کردن ویدیوهایی که هست که دارم. خیلی هم ممنونم از تک تک کامنت هاتون، فیدبک هایی که دارین برام خیلی مهمه. اگر دیده باشین سعی کنم ویدیو رو خیلی بیشتر بکنم و این به خاطر فیدبک های شما و با انرژی و فیدبک های شما من دارم این مسیر رو ادامه میدم. متشکرم از شما. امروز میخوام راجع به مطلب بسیار مهمی باهاتون صحبت بکنم که بر اساس تغییرات زندگی خودم بوده و سرمشق زندگی خودم برای مسیر آینده. امروز که این ویدیو رو خدمت شما ضبط میکنم چند اتفاق مهم افتاده. یکی این که نسبت به ویدیو قبلی من الان در 40 سالگی هستم. نکته دوم این که میکروفون جدید خریدم، امیدوارم که مشکلات صدا که همه فیدبک میدادین برطرف شده باشه. لطفاً روی این هم فیدبک بدین. و عرضم به خدمت شما اتفاقی که افتاده این بودش که من موقعی که هر سال که تولدم میشه یه سری چیزا رو برای خودم مینویسم در قالب اینکه آقا آنچه گذشت و چی بود و چی نفهمیدم و چی فهمیدم. امسال برای من سال بزرگی بود از این زاویه که چند اتفاق بودم. میشه به دور و بری ها میگفتم بچه که بودیم این نفر 40 سالش میشه، گفت واو 40 سالشه، یعنی خیلی به نظرم بزرگ میومد. بعد همیشه بالاخره ناخودآگاه چه به زاویه ضرب المثل‌های قدیمی چه اتفاقات در حقیقت دیگه 40 سالگی سال بزرگی بوده و برای من هم امسال سال متفاوتی بود با توجه به همه اتفاقاتی که توی زندگی افتاده. تصمیم گرفتم توی سفری که رفته بودم یه سری مطالب رو برای خودم داشتم یادداشت میکردم و فکر کردم شاید بد نباشه که این مطالب رو با هم در میون بذاریم. شاید اگر من زودتر اینها رو میدونستم یه کارهای متفاوتی توی زندگیم انجام میدادم. اول میخواستم بنویسم بدم اینا خیلی توضیح داره و خیلی هم طولانی داره میشه و احساس کنم که راجعش صحبت کنیم میتونه اتفاق بهتری باشه. از نکته اول شروع میکنم. اینها همه درسایی که من گرفتم و یه بخشیش برمیگرده به این که من در ادامه مسیر اینها رو تصحیح خواهم کرد، بخش زیادیش، و فکر میکنم اگر توی 30 سالگی اینا رو میدونستم قطعا شاید جاهای مختلفی از زندگیم اتفاقات دیگه رو رقم میزدم. نکته اول که من فکر نمی‌کردم شاید تفاوت بزرگی توی اون بازه زمانی اون سال با امسال برام من داره، من خیلی در اون سال‌ها بر محوریت خودم حرکت می‌کردم، خودم رو دوست داشتم، خودم رو جدی می‌گرفتم و احساس می‌کردم بخش مهمی از زندگی دوره و حول اتفاقات من می‌گذره و خودم رو شاید جمله‌ای که اینجا نوشتم این بود که نازنین زندگی راجب تو نیست و اون موقع ها اینطوری فکر نمی کردم. اون موقع بودن خودم، اتفاقات خودم، به من چی میگذره، من این معنی برای من بزرگتری بود و خودم رو میگم خیلی جدی میگرفتم. برای مهم بود که بقیه چی فکر میکنن، چه احساسی نسبت به من دارن، که بعدا متوجه شدم اصلا واقعیتش اینه که خیلی از آدم ها اصلا فکر نمیکنن، اصلا من براشون اهمیتی ندارم. یعنی تفاوتش توی نگاه همینجوری تغییر کرد. اول فکر میکردم که من خیلی مهمم، اونها چی فکر میکنن، نظرات اونا برام خیلی مهمه، یعنی اتفاقاتی که بر محوریت نازنین میچرخید رو خیلی مهم
درک مهمی ازشون داشتم، فهم کردم مهمه، رفتارم مهمه، اینم مهمه، اونم مهمه، آدم ها چی فکر میکنن، چه عکس عملی دارن، منو چی جوری میبینن. و واقعیتش اینه که توی این 10 سال این تقریبا از بین رفت، یعنی بخش زیاد و مهمیش از بین رفته. نه اینکه نظر بقیه مهم نمشه، قطعا نظر بقیه همیشه تو زندگی آدم دخیل و مهم هم هست، اما واقعیتش همه ماجرا نیست، اونقدر مهم و بولد نیست. بنابراین یکی از اتفاقاتی که توی این سالها و این تفاوت جدی من با اون سال در سال 30 سالگی من با امروزه اینه که هم خودم رو خیلی جدی نمیگیرم، همین که واقعیتش احساس نمیکنم که آدما حرفاشون خیلی مهم و خیلی جدیه، و ناخودآگاه جدی نگرفتن آدم ها و حرف هاشون فضای زیادی توی مسیر ذهنی من ایجاد کرده. همین که من اونقدر اصلا برای اونا مهم نیستم، همین که فیدبک اونا میدن خیلی فیدبک هارش یا خیلی محکم و تاثیرگذار و زننده و کوبنده ای نیست. یادمه که با در اون بازه زمانی با یه فیدبک مثبت خیلی هوی من حالم خوب میشد، با یه فیدبک منفی خیلی حالم بد میشد. الان واقعیتش این تولرانس خیلی کمتر شده، قطعا فیدبک ها چه مثبت چه منفیشو میشنوم، اما میزان تاثیرگذارش توی مسیر من اونقدر حالم رو خوب و بد نمیکنه. موضوع دومی که در حقیقت نوشتم اینه که اگر برمیگشتم به اون موقع به چیزهایی بیشتر توجه میکردم که روحم رو بیشتر تغذیه میکنه. ما توی زندگیمون خیلی وقتا خیلی فداکاری ها میکنیم، خیلی اتفاقات رو رقم میزنیم، خیلی مسیرها رو سخت میریم، کار سخت میکنیم، سعی میکنیم در مورد خانواده اینطوری باشیم، در مورد پول اونطوری باشیم، در مورد دستاوردها اینجوری باشیم. اما سوال اصلی که آدم وقتی سنش میره بالا تمی پرسه اینه که این فداکاری ها آیا منو خوشحالتر کرده؟ اگه جوابش مثبته پس مسیر درست بوده، اگر لزومن اینه که من به عنوان نازنین یا شما به عنوان اون کسی که دارین اینو گوش میدید با توجه به اتفاقاتی که توی 1 سال و 2 سال گذشته رقم زدین و اونجایی که با خودتون صادقین، اونجایی که از خودتون بیشتر از هم مایه گذاشتید، آیا منجر به خوشحالیتون شده؟ خوشحالی به معنی نیست که حتما برای شما اتفاقی افتاده باشه، خیلی وقتا آدم با خوشحالی اون آدمهای دور و برش حالش بهتر میشه، با اون موقعیت، با اون جامعه‌ای که داره، تاثیر حال خوب اونها روی حال ما حالمون رو خوب میکنه. واقعیت اینه که پول برای ما راحتی میاره، اما خوشحالی از نحوه زندگی ما به وجود میاد. چه بسا شاید خیلی هامون تو زندگیمون آدمهایی رو دیده باشیم که لزوماً آدمهای پولمند یا پولداری نیستن، به اندازه کافی دارن اما از اتفاقات کوچیک زندگی یا از مدل زندگیشون خوشحالن. این به نظر من چیزیه که من اون سالها باز کمتر میفهمیدمش، یعنی درک درست نداشتم. اون جاه طلب بودن مهمه، تلاش کردن مهمه، اما این که شما بخشی که خوشحالتون میکنه، اون چیزهایی که به شما انگیزه میده رو فراموش کنین توی مسیر، میدونین باعث تاثیرگذاری در ادامه راه میشه. مثلا شاید امروز که من نگاه میکنم مفهومی به اسم خانواده، دور هم بودن، شادی های کوچیک دور هم برام خیلی پررنگ تر شده، یک تماس حال پرسیدن ارزشش برام خیلی بیشتر شده تا اون موقع. بنابراین روی چیزهای تمرکز میکردم که حال روحیم رو بهتر بکنم. تعریف میکردم که چه چیزهایی پشن و ارزش های منه، یعنی اون علاقه من ایجاد میکنه و ارزش های من رو تو زندگی ایجاد میکنه. این یکی از مهمترین در حقیقت المان ها میشد و روش تمرکز میکنم. موضوع بعدی که به نظرم خیلی مهمه، من البته این موضوع رو خیلی سال پیش حل کردم، اما موقعی که داشتم یادداشتام مرور میکردم گفتم بعد نیست شاید اشاره بکنم به درد کسی بخوره. بچه‌ها تنها چیزی که باعث میشه ما توی رقابت بیفتیم و باید باهاش رقابت کنیم و خودمونو باهاش اندازه بزنیم، فقط خودمونیم و خودمون. این نکته ای که به نظرم توی سالها با توجه به شکاف طبقاتی که در جامعه ایران ایجاد شده و اتفاقاتی که افتاده خیلی پررنگ خودش رو نشونده. من میفهمم، من کاملا درک میکنم که وقتی اگر من آدمی ام که بالاخره وسط ما باید دوبار حساب بانکیم بالا پایین کنم، توی خیابون میرم میبینم یه مازاراتی از جلوم رد میشه، مثل چیزا تو ذهنم به هم میریزه. درسته همه اینا هست، این شکافه اصلا به این سبک و سیاق بودنش ناسالمه برای یه جامعه، همه این رو درک میکنم، اما این رو باید
تمرین میکنین. نازنین فقط خودش رو با خودش میتونه اندازه بزنه. نازنین حتی با نگین که خواهرش بشه نمیتونه خودش رو مقایسه بکنه. ما در محیط یکسان، در شرایط برابر، در اتفاقات برابر، در رنج برابر، در شرایط مالی برابر، هیچ چیزیمون با هم برابر نیستیم. پس اگر خودمون رو با همکلاسی بغل دستیمون که فکر میکنیم دیگه این که مثل ماست مقایسه بکنیم، کاملا در اشتباهیم و آزاردهنده خواهد بود. نکته بعدی که وجود داره اینه که یه ماجرایی که اگر برمیگشتم به 30 سال، میگم به 30 سال قبل که دیگه قطعا اصلا نمیدونم چیکار میکردم، به 10 سال قبل اگر برمیگشتم یه چیزی بیشتر تمرین میکردم و باز فکر میکنم اینو تو این سالها یاد گرفتم. یاد میگرفتم که چجوری برای خودم بایستم. یعنی چی؟ یعنی چجوری برای شخص خودم ارزش بیشتری قائل باشم، برای حال خودم، برای احساسات خودم، برای چگونه بودنم، برای اینکه آیا امروز حالم خوبه، حالم بده، برای اینکه به یه چیزی میخوام بگم نه یا یه چیزی که میخوام بگم آره. در مورد خودم هم توی اون بازی بیشتر فکر میکردم، سعی میکردم که جوری که مراقب بقیه هم مراقب خودم هم باشم. صادقانه بخوام بگم این هنوز هم یکی از نقاط ضعف من هست. یعنی یه جاهایی احساس میکنم که مسیر زندگی جناب منو میبره و بعد به خودم به دکار میشم با خودم حساب کتاب میکنم. پس اینو هنوز هم دارم تمرین میکنم. این باید دغدغه هر روزه باشه، مراقبت از خودمون، مراقبت از حالمون، مراقبت از نحوه بودنمون. یکی از المانهای به نظر من شادی طولانی مدت در طی زندگی. و در راستای همون یاد میگرفتم که چجوری نبگم. یعنی خیلی جاها ما به همه چی میگیم آره، با اینکه ته دلمون نه، سختمونه، نمیخوایم، یا به هر دلیلی که هست. فرق اینکه من قاعدتا نمال این نیستم که یک آدم هایی هستن که خیلی نازک نارنجی هن و لوس هن و من با اونا کار ندارم، اما یک جایی اگر واقعا این خط قرمز منه، اگر واقعا داره آزاردهنده میشه، اگر واقعا نباید نباید و اون نباید رو یاد بگیرم که نبگم، با گفتن آره آره چش چش یه جای به خودمون دوباره ترمز میگیریم، میگیم اه چیکار کردم، و اون موقع است که کاسه گذار به هم میریزیم و خیلی چیزا از دست میره. یه مسئله دیگه که برمیگردم و با خودم نگاه میکنم و احساس میکنم باید بهتر براش کار بکنم، و این یه مبحثی بوده که مربوط به این در حقیقت نوشته و صحبت امروز منم نیست، چند وقت دارم روش کار میکنم، تعریف دوستان واقعی. یعنی به معاشرت هم و دوستان واقعی بیشتر توجه میکردم. اینکه دوستان واقعی من کیان و عمق دوستی های من کیه، با آدم های عمیق بیشتر معاشرت میکردم. متاسفانه از خودم و بقیه خیلی وقتها معاشرت های ما در سطح اولیه خیلی با عمق کمی میمونه. حالا یه سری که اونها هم نیازه، اصلا من بحثی توش ندارم، بخیر آدم از هر جنسی دوست نیاز داره. اما من یه صحبتی که با یه نفر داشتم، دوستی یا داشتن دوستی عمیق نیاز به سرمایه گذاری داره. سرمایه گذاری از جنس وقت، انرژی، عاطفه، از پولت، اصلا همه مهمترین شاید همون وقت و انرژی و تمرکزه. و شاید من این کار رو بیشتر میکردم، جنس دوستی هام رو متفاوت میکردم، معاشرت هام رو متفاوت میکردم، با آدم های عمیقتری معاشرت میکردم، آدم هایی که اساساً حرف‌های بهتر و بیشتری دارم برای زدن. دوستان واقعی بهتری رو انتخاب می‌کردم، معاشرتام رو عمیق می‌کردم، سعی می‌کردم ازشون بیشتر یاد بگیرم و سعی می‌کردم اون مأمن امنه رو ایجاد بکنم، یا جایی که اون حفره خالیه که گاهن آدم یه سنگ صبوری میخواد، یه جایی میخواد رو داشته باشم. صادقانه حالا پیرو همینی که گفتم که این مربوط به چند وقت قبله، خیلی به این ماجرا فکر کردم که خب اتفاقات زیادی باعث شده که شاید خیلی از ماها اون فضا رو از دست داده باشیم. مثلا برای شخص خودم، خیلی از دوستان صمیمی من همه مهاجرت کردن. حالا داریم سعی میکنیم همدیگه بیشتر ببینیم، اما هیچ موقع توی اون فضای عادی سالم رفاقت و دوستی پیش نرفته. ساختن دوستی جدید هم نیاز به اون انرژی و ممارست بسیار زیاد داره، که خب یه انتخابه، میتونیم انتخاب بکنیم که این رو داشته باشیم یا نه. اما من اگر برمیگشتم روی این بیشتر زمان میذاشتم. یه موضوع دیگه که به نظرم خیلی مهمه که یادمون باشه، یه سری از آدم ها شما رو دوست نخواهند داشت هیچ موقع، و این اوکیه. واقعیتش اینه که برمیگردم به خودم یا به مباحث قبلی، اینه که برای من یه زمانی این خیلی مهم بود. من دلم میخواست همه ازم راضی باشن،
همه با هم خوشحال باشن. حتی اگه به تجربه کاری برگردم، یه جاهای رفتن آدم ها از شرکت رو من اونقدر شخصی میکردم که با من مسئله دارن، سعی میکردم حلش کنم همه جوره، برم بیام فلان. به مرور زمان یاد گرفتم آقا یه سری از آدم ها من دوست نخواهم داشت به هزار اندی دلیل، و این مشکلی توش نیست و خودم رو یعنی اگه برمیگشم انقدر خودم رو نمیکوبیدم، خودم رو سرزنش نمیکنم، هی سعی نمیکنم یه چیزی رو تو خودم درست بکنم که اون آدم رو من دوست داشته باشم. قطعا با تاکید میکنم این سوای اینه که من یک فیدبکی بگیرم و بخوام خودم رو بهتر بکنم، اما سعی نمیکردم کل بازی رو عوض بکنم، رو خودم رو این وسط همش زیر سوال ببرم. یه نکته بسیار مهم دیگه ای که باز تو زندگی من کماکان بولده اما باز خیلی بهتر شده و به اون بازی زمانی برمیگشتم خیلی پررنگتر روش کار میکنم، این بود که منتظر نمیموندم آدم های کاری بکنن، ازشون میخواستم، انتظاراتم رو میخواستم. خیلی وقتها ما انتظارات رو توی ذهنمون داریم، در موردش حرف نمیزنیم. این برای من هم در کار به وجود اومده، هم در مسائل شخصی به وجود اومده. نشستم توی ذهنم، بعدن شاکی شدم، غصه خوردم، دعوا کردم، کلافه شدم، بعد طرف برگشت میگه خب تو چرا اینو نیومدی بگی، چرا در موردش حرف نزدی؟ و من اینطوری بودم که من انتظار داشتم خوشم متوجه بشن. آقا هیچ کسی متوجه نمیشه، هیچ کسی هم بیکار نیست بشن در مورد من فکر بکنه، بشن ببینه من چی میخوام و حالا من چه جوری حالم خوب میتونه بشه. حالا این باز میگم زندگی شخصی هم هست، زندگی من الان قبلا هم اشاره کردم با همسرم میسه پروتکل ها داریم. مثال خیلی ساده اش، دیشب که اومد توی اتاق گفتش که من یه چیزی میخواستم بهت فیدبک بدم، من از این فلان کار تو خیلی ناراحت شدم، من بهش توضیح دادم چرا اون کارو کردم و مسئله حل شد. بنابراین این که ما یک سری چیزها تو ذهنمون نگه داریم، انتظار داشته باشیم آدم ها متوجه بشن، آدم ها اکشن بردارن، خواهش میکنم این کارو با خودتون دور و بری نکنین، هم دور و بری اذیت میشن هم خودتون توی مسیر اذیت میشه. خیلی شفاف انتظاراتتون رو بگین و اون موقع انتظار داشته باشین اتفاقی بیفته، وگرنه معجزه ای در کار نیست. یه مسئله دیگه که مهمه به نظرم اینه که اگر یک اتفاقی میفته و یه جمع‌بندی میشه، خوب یا بد، غلط، درست، دردناک، تمرین بکنیم که بگذریم. گذشتن خیلی مهمه. چه بسا بسیار زیاد آدم‌هایی رو دیدم و من صادقانه این یکی از نقاط قوتم، یعنی من خیلی جدی آدمی هم که وای نمیسم رو نقاط گذشته و خودم گاهم مقایسه میکنم گاهم با دور و بریام که یه سری چیزا میبینم 10 سال پیش هنوز داره آزارشون میده، هنوز اون محبس بازه، بسته نشد. بچه زندگی پر از رنجه، زندگی پر از اختلافه، پر از دغدغه است، پر از دعواست، پر از ناراحتیه. در این حال اون بخش مثبتش هم داره، قاعدتا ما بخش مثبت رو همیشه سریع یادم میرم، اون بخش منفی رو هی نگه میداریم، هی خورد میکنیم، هی خودمون رو نابود میکنیم. از تو خودمون رو بگذرین. گذشتن بخش بزرگی از باز شدن فضای آینده است برای فرصت‌های بیشتر. موضوع بسیار مهمه دیگه، یه جایی که خسته شدین یاد بگیرین استراحت کنین، بازی رو به هم نریزین. خیلی وقتا من مثال کاری بزنم، آدم ها توی مسیر کارشون، حالا خارجی ها میگن برنات، ما میگیم آقا میبرن، یا هر چیزی که هست، اونجا جای استفاده دادن نیست، اونجا جای اینه که من زمان بگیرم استراحت بکنم. و اکثر ما در جامعه ایران بازی با هم میریزیم، چون فکر می‌کنیم جای دیگه آسمون آبی‌تره دیگه، خب من میرم اونجا مسیرمو درست میکنم. این در مورد زندگی شخصی هم وجود داره، با همسرتون، با پارتنرتون. آقا یه جای باهاش کلافه شدین، اذیت کرد، بازی رو با هم نریزین، رفتار غیر عادی نکنین، به هم نزنین، بچه بازی در نیارین، زمان بگیریم برای اینکه به خودمون برسیم، زمان بدیم، استراحت کنیم، تأمل کنیم. به نظرم خیلی مهمه، این برای همه ما هم مهمه، برای من امروز هم خیلی مهمه، خیلی جا از دستم در میره. اگه برمیگشتم به 30 سالگی، سفر بیشتر میرفتم، اون موقعی که بچه نداشتم شاید آزادتر بودم، شاید، البته حرف بی خود دارم میزنم، خودم حرفام پس میگم، من تا 35 سالگی باز بچه نداشتم، اما سفر بیشتر میرفتم. به نظرم سفر رفتن فضا رو باز میکنه، ذهن رو باز میکنه، انرژی بیشتری میده، اتفاقات خیلی زیادی میفته. به نظرم خیلی کلیشه است، اما امروزم که نگاه میکنم، من زمانش رو داشتم، شرایطش رو داشتم، انرژیش رو داشتم، خودم نکردم و تمرکز روش نذاشتم. یه موضوع دیگه و موضوعی که من خیلی سخت بهش رسیدم با این تا جلسه تراپی، کلنجار با خودم و خودم و خودم، سعی نمی کردم آدم ها رو عوض کنم، آدم ها رو قبولشون می کردم. یه تجربه شخصی از خودم میگم، در مورد یکی از آدم های بسیار نزدیکم
یه مسئله رو داشتم، یه چالشی رو داشتم، یه اختلافی داشتم مال سالها پیش، مثلا مال 7-8 سال پیش، پیش تراپیستم که میرفتم، رفتم مثلا با این صورت میگفتم من فلانی میخوام درستش کنم، اینطوری میکنم، منم که اساسا آدم جنگنده و تلاشگری ام، همش اینطوری بودم که این آدم باید درست شه، خاطرم هست بعد از چند جلسه تراپیستم حرف قشنگ به من زد، گفت ببین نازنین این آدم همینه، یا همین رو قبول کن یا برو. و من برام بسیار سخت بود اون موقع، گفتم یعنی چه همین رو قبول کنم، اصلا حاضر نیستم چیز قبول کنم، باید خودشو درست کنم. گفت نه اون غلط نیست، اون همونه، اون غلط نیست، اون همونه، اون درسته، اون همینطوری درسته. حالا این تو نازنینی هستی که میتونی با این موجود کنار بیای یا ادامه مسیر بدی، یا میگه آقا من اصلا نمیتونم چیزی تحمل کنم، به سلامت. بنابراین این مسئله شاید میگم شروعش 7-8 سال پیش باشه، الان بیشتر خاطرم نیست، اما همین امروزم هم خیلی سخته، خیلی چیزها سخته توی دنیا که من یه چیزی رو ببینم از دختر خودم گرفته نگاه میکنم میگم چرا اینجوری رفتم، اما این نوراست، این همینه. حالا یا من یه راهی رو پیدا میکنم، اون آدم رو قبول میکنم، سعی میکنم باش هم مسیر بشم، یا میذارم میرم از کنارش. پس آدم ها رو قبول بکنین، از برای خودمون پروژه درست کردن آدم ها رو تعریف نکنیم. آدم ها به هیچ عنوان عوض نمیشن، همون که شما عوض نشدین، من عوض نشدم، پدر مادرمون عوض نشدن، فیدبک های کوچیک ممکنه یه گوشه هایی از این شکل من رو نرم تر بکنه یا صاف تر بکنه یا هر چیزی، اما کل جریان نازنین همینه، یکی از با همه نقاط مثبت نقاط منفی که داشته باشه. حالا این شما این قبول میکنین کنار دستش وایسین یا نه، منظورم حالا در کنار خودم سلطه، حالا هر بنده خدایی که توی زندگیتون وجود داره. یه مسئله که خیلی مهمه و از ته دلم خواهش میکنم بهش دقت کنین، یه بازی زمانی بود برای من، مشکلات در عین اینکه یه مشکل بود، یک حاله ای هم دورش داشت که آی من چقدر بدبختم که انقدر من مشکل دارم، و اصلا خود مشکله نبود، چون مشکلات میومدن و میرفتن، اون حاله بدبختی حال منو بد میکرد، قصه میخوردم، شبا نمیخوابیدم، صبح فلان میکردم، تحت فشار بودم، اصلا میگم قصه مسئله رو بیشتر از خود مسئله میخوردم. یعنی مثال بزنم، مثال فرض کنید شهرداری اومده دم در شرکت، من بیشتر از این که به این که آقا شهرداریش آقا من چقدر گرفت دارم، این مملکت که اینطوری، اون میره این میاد، آی من چقدر اذیتم، حالا مشکلات دیگر رو بیار، حالا خودتو نابود کن، دور و بریان و همین تصویره اصلا حال من رو بد میکرد. یعنی به جای تمرکز روی اصل مطلب، روی حال بدم روی به خاطر اون مطلب و هزاران مطلب دیگه تمرکز میکردم. اگر امروز برمیگشتم به اون موقع، من موقعیت‌های سختم رو به منزله مسیر رشدم می‌دیدم. حالا اینو شاید بخواید قبول کنید، شاید قبول نکنید، اما واقعیتش اینه که امروز نازنینی که جلوی شما نشسته، شما خیلیاتونم به من محبت ویژه دارین، بخش جدی از رفتار و اتفاقاتش مرهون همون اتفاقات سخته. من نمی‌فهمیدم اینها رو، فکر می‌کردم زندگی خوب یعنی اینکه اینا نداشته باشه، بماند که اعتقاد دارم تو ایران یه بخشش غیر عادی داره ما را اذیت میکنه، اینو بذاریم کنار، اما همون اتفاقات سختی که باعث میشه که یه سنگ سایده بشه، یه سنگی چون یه چیز میگن مرغوب بشه، بهتر بشه، پخته بشه و زمان بهش بخوره. پس من اگه برمیگشتم به عقب، به جای اون حاله بدبختی که دور مشکلم میکشیدم، اینو به عنوان فرصت رشد میدم و کلی هم نوع نگاهم رو به موضوع عوض میکرد، هم حال خودم رو بهتر میکرد، هم تمرکزم روی مشکل رو بیشتر میکرد. یه سه خنده داره دیگه تو نوشته هام نوشتم، اگر امروز برمیگشتم، من الان تقریبا 4 سال و خورده مامان شدم، اگر برمیگشتم و شعور امروزم رو داشتم، شاید زودتر مامان میشدم و به نظرم این فرصت رشد رو هم به خودم میدادم، هم به دخترام میدادم، حتی نه موقع دختر میشد و پسر میشدم، اما به فرزندانم میدادم، لذت بیشتری میبردم، توان اعتقاد دارم من توان ذهنیم بیشتر شده قاعدتا، اما توان فیزیکیم کمتر شده، صبرم شاید یه جاهایی سخت‌تر شده. بنابراین اگر فرصتش رو داشتم و برمیگشتم و عقل امروزم رو به قول قدیمی داشتم، زودتر مامان میشدم. اما باز این به هزار اندی چیز بستگی داره که نمیخوام اینجا واردش بشم. موضوع بعدی، یه چیزی که یادم رفته، آدم وقتی سنش جوان‌تره، یا باز به فرهنگ ما شاید برمیگرده، لزوماً به سن نیست، خیلی وقتا اون چون روحیه قویه، اما جسمم داره پا به پای روحیه میاد و اون تحریر رفتن جسم رو نمیبینه. من به جسمم بیشتر میرسیدم، من واقعیتش تو جایی که تونستم از جسمم کار کشیدم، دیر کار کردم، سخت کار کردم، شب نخوابیدم، به خودم نرسیدم، حالا این چه ورزش بخواد بشه، چه تغذیه
من تغذیه سعی میکنم همیشه درست بکنم، یعنی خیلی غیر عادی ندارم، اما تغذیه سالم تر میتونست موضوع روی میزم باشه. و اما اقسام چیزهایی از ماساژ گرفته و بقیه چه، همه این چیزها رو به عنوان موضوع اصلی روی میزم میذاشم. بچه رسیدم به جسم، خواهش میکنم به خصوص از حالا خانوما که فکر کنم توی آقایون هم خیلی بیشتر شده، این یه تیکی صورت نیست. بدن آدم باید سر پا باشه، بدن آدم باید سر حال باشه. فکر میکنم بازی خاطری از تخفیفان تعریف کنم. ما توی تخفیفان یادمه که یه بازی زمانی رفته بودیم که از این باشگاه ورزشی معروف گرفته بودیم برای مدیران ارشد و برای بچه های شرکت. اینه واقعیتش درصد استفاده از اینا خنده دار. یعنی یکی از کارهای من این بود که آقا تو رو خدا برین چرا نمیریم با همدیگه بریم. بعد اصلا یعنی حتی به عنوان محل فعال اصلا تعریف نشده این در فرهنگ ما. این هم در کنار اشاره که توی ویدیو قبلی کردم به اینکه تغذیه یه بخشی از سواده، واقعیتش اعتقاد دارم ورزش و رسیدن به جسمم یه بخشی از سواد و فرهنگ آدم هست. آدم ها نمیتونن موفق باشن فقط یه جا رو تغذیه کنن. این بالانس باید توی مسیر روحی و فکریشون وجود داشته باشه. این باز مسئله شخصی من. سالها قبل سوارکاری میکردم، اگر برمیگشتم سوارکاریمو بیشتر ادامه میدادم. الان البته دوباره شروع کردم. یه مسئله مهمی که وجود داره بحث روابط عاطفی توی زندگیه. من به خودم برمیگردم، شاید عمق درکی که امروز از رابطه عاطفی و عاشقانه، حالا همسری، همراهی، پارتنری، هر چیزی که هست یا شریک زندگی رو امروز تعریف بهتری ازش دارم، عمیق‌تری ازش دارم، فهم بهتری از خودم دارم که من چه انتظاراتی دارم. برمیگردم به یکی از موضوعات قبلی که اشاره کردم، این که آدم‌ها توی یک رابطه معجزه براشون صورت نمیگیره. اولا یک رابطه، رابطه‌ایه که توش صحبت و ارتباطا جریان جدی داشته باشه، فیدبک، بازخورد دادن جریان جدی داشته باشه. اونجایی که شما حالتون خوبه باید فیدبک مثبت بدین، حالتون بده فیدبک بدین، جا انتظاراتتون رو شفاف بگیم، مشخص بگیم و این رو باید هی مرور بکنیم و هی سعی کنیم عمق بدیم. یه رابطه عاشقانه، به خصوص اون کسانی که حالا شاید زمان رابطهشون یه خورده طولانی تره، خیلی هم میدونیم رابطه سرد میشه، رابطه خط مستقیم میشه، نه بالایی داره نه پایین داره. اون بالا و پایینه باید موضوع روی میز ما باشه. اگر کماکان اعتقاد داریم میخوایم توی رابطه حال خوب بمونیم، نمیخوایم این تو خیابون دنبال هیجان بگردیم، بنابراین توی رابطه عاطفی نیاز به زمان گذاشتن، انرژی دادن داره. هر رابطه شما با دوست صمیمیتون، با بچه‌تون، با شوهرتون، با هر کسی که توی اون مسیر در حقیقت دارین، با خانومتون، اگر از کنار تولدش بی ربط بگذارین، اگر از کنار نمیدونم سالگرده بی اثر بگذارین، از کنار حال بعدش بی اثر بگذارین، از همه اینو بی اثر، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ آقا همه نسبت به هم سر میشه. بنابراین برگردم به 30 ساله، یعنی باز میگم 30 ساله، 30 سالگیم، تعریف و کاش من درک بهتری از روابط عاطفی می‌داشتم، یا حداقل درکی که امروز دارم. مطمئنم 10 سال بعد یه درک دیگری خواهم داشت، اما امروز از چیزی که می‌فهمم خیلی راضی‌تر نسبت به اون بازی زمانی. پس انرژی بیشتری می‌ذاشتم، انتظاراتم رو می‌نوشتم، مدام صحبت می‌کردم، به جای جیغ جیغ و دعوا و فلان و این برنامه، صحبت رو محوریت اصلی می‌ذاشتم. صحبت مداوم، فیدبک گرفتن، فیدبک مثبت منفی، اینها مسیر اصلی یه رابطه می‌شد. و جاهایی که باید نمی گفتم رو سفتر وای میستدم. و اینها شاید ترکیبی رو امروز به وجود آورده که من از اتفاق امروز هم نسبت به اون موقع خیلی راضی دارم. موضوع بعدی این بودش که من سعی میکردم بیشتر خلوت بکنم، بیشتر تأمل بکنم، بیشتر سعی میکردم به عمق، به نگاه هم عمق و زاویه بدم. یعنی شاید اگر نوع از صد اینقدر عمق داشتم، سعی میکردم به دیتیل و جزئیات مطالب بیشتر وارد بشم، راجع به چرایی و چگونگی اتفاقات بیشتر فکر بکنم، تعامل بکنم، به چگونگی رفتار آدم ها، چرایی رفتار آدم ها. خیلی جاها میگذریم دیگه، آه همینه که هست، همین اینجوری بود که بود، هزار اندی، یعنی از سطح مسئله عبور میکنیم و این نابود کننده است، آزار دهنده است. برای من حداقل اینطوری، یعنی اگر برمیگشم اون موقع سعی میکنم رو مسائلی بیشتر بمونم، اون قدم زاویه بدم، راجعشون بیشتر کنکاش کنم و درک بهتری پیدا کنم، که چون درک بهتر از مطالب رفتارهای بعدی ما رو هم تغییر میده. اینا چون میگم نوشتای شخصی من در مورد خودمه،
اگر برمیگشتم به 30 سالگیم سعی میکردم عزیزانم به خصوص مامانی عزیزم رو بیشتر ببینم و همیشه بالاخره حسرت توی زندگی هست، با اینکه تمام تلاشم رو کردم و خوشحالم که تخفیفان یه انگیزه شد که من سالها تو ایران بودم تا دقیقه 90 هم بودم، اما بالاخره سعی کم انرژی بیشتری بذارم. یه مسئله دیگه که باز از ذهن و مسیر ما خیلی وقتا میره، اتفاقات کوچیک و مثبت زندگی رو خیلی پررنگتر میگرفتم، میدیدم و جدی میگرفتم. خیلی وقتا امروز صبح هوا اینجا به شدت بارونی و سرد و زمستون، امروز صبح حالا یهوی آفتاب در اومد و من نشستم روی مبل، از همین آفتابی که توی صورتم میخوره برای دقایق لذت بردم، توی اون لحظه موندم، از اون حال خوبم و از اون اتفاق نگذشتم، حالم رو بهتر کردم و شاید این اتفاقی توی سالهای پیش و 10 سال پیش من اصلا نمیفهمیدم و اتفاقات خوب زندگیم رو نمیدیدم. خاطرم هست برای مراسم عروسی، اینا برای دوستان دوروبریم گفتم همیشه، مراسم عروسی رفتم دنبال مادر همسرم فرودگاه که ورش دارم بیارم، توی اتوبان نواب که به سمت بالا میومدیم و من اون موقع 29 سالم برگشت من گفتش که وای چه کوههای قشنگی داره شهر شما. و من یه لحظه شوکه شدم، ای راست میگه، من 29 سال اینجا زندگی و من ندیدم. من اتفاقات مثبت، حال خوب، اون چایی بعد از ظهر کنار همدیگه، کنار خانوادم، با دوستام تلفنی حرف زدن، قهقههای مهمونی، این اتفاقات خوب رو ندیدم، جدی نگرفتم، بولدشون نکردم و اونها رو دستمایه انرژی دادم به خودم قرار ندادم و فقط دویدم و از نفس افتادم و دوباره هی سعیم خودم رو بسازم و برگردم. بنابراین امروز اگر برگردم شاکرتر می بودم، اون لحظه ها رو حالا همین که اومد رفت و به قول خارجی take it for granted نمی گرفتم که آقا این که هست اتفاق خاصی توش نیفتده، اونها رو خیلی محکمتر پیش می بردم. امروز اگر برگردم بیشتر خوش می گذرونم، بیشتر می رقصیدم، بیشتر آواز می خوندم، بیشتر از اتفاقات سرخوشی لذت می بردم و زمان بیشتری براشون می ذاشتم. و اگر برگردم امروز هنر بیشتری رو میدیدم، زمان بیشتری میذاشتم. امروز درکی که من از هنر دارم خیلی متفاوته با اون موقعی که با افتخار شاید اعلام میکردم و از سر کم دانشی خودم که آقا من درک درستی از هنر ندارم، همین امروز هم ندارم البته، اما انرژی بیشتری میذاشتم، فیلم بهتری میدیدم، نقاشی های بهتری میدیدم، گالری های بیشتری میرفتم. به نظرم اون بخش هنر یه بخش هایی از زندگی و ذهن آدم رو باز میکنه که خیلی وقت آدم ها متوجهش نیستن. و مسئله آخر و نهایی که به نظرم خیلی مهمه و هنوز هم من توش مسئله دارم، با خودم مهربون تر بودم. من یک آدمیم پر از مشکلات، پر از نقاط ضعف، پر از نقاط قوت، پر از کجی ها، جاهایی که خودم دوست ندارم و جایی که خودم دوستشون دارم، اما این منم و دارم تلاشم رو میکنم و این مهمه. معجزه در کار نیست و من باید با خودم مهربون تر باشم، به خودم فضا بدم، به خودم جای اشتباه کردم بدم، به خودم جایی رو بدم که چی میگن، با خودم صمیمی تر باشم، نزدیکتر باشم و بتونم خودم رو ترمیم کنم و حال خودم رو بهتر کنم و پیش برم. خیلی وقتا یادم میره، خیلی وقتا فقط شروع میکنم خودم رو کوبیدن، از دست خودم عصبانی ام، شاکی ام و تموم نمیشه این شکایت و عدم رضایت من. پس اگر برمیگشتم با خودم مهربون تر میبودم. اینا مطالبی بود که برای خودم نوشته بودم و بخش جدیش به زندگی شخصیم برمیگشت. توی مسیر کاریم یه سری مطالب دیگه نوشتم که شاید در یه فضای دیگه راجع بهش صحبت کردیم، اما امروز که به جلو نگاه میکنم خیلی از اینها رو دوباره بهتر خواهم کرد و بعضی اهمیتشون مثل مسئله جسمی بیشتر میشم و بعضی چیزها باید کماکان بولتر و محکمتر پیش برم. من یه خواهشم انتهای ویدیو از شما دارم. من ازتون خواهش میکنم محبتی که دارین وارد این کانال شدین دکمه سابسکرایب رو بزنین. دلیلش اینه که این الگوریتم های یوتیوب یه جوری کار میکنن و برای من بسیار آزاردهنده است اطلاع رسانی ویدیوهایی که اینجا هست، اما وقتی شما سابسکرایب میکنین هم ویدیوها رو آدم های بیشتری میبینن، همین که به من کمک میکنه که در حقیقت هی نخوام اینا اطلاع رسانی بکنم جاهای مختلف. باز هم ازتون خیلی ممنونم، به هم فیدبک بدین. من تک تک کامنت ها رو خودم میخونم، دایرکت ها رو میخونم، سعی میکنم پاسخ بدم و سعی میکنم پاسخ های مرتبطی بدم و از این که دلیل ادامه دار شدن این کانال فیدبک های شماست و صادقانه جایی که احساس کنم تاثیرگذاریش کم شده مطمئن میشین که شاید نتونم وقت بذارم. الان باورتون نمیشه من کل خانواده رو
و مهمونه نهار دعوتیم فرستادم از خونه بیرون که این فضای خالی ایجاد بکنم که بتونم توی در حقیقت سر و صدای کمی این ویدیو رو ضبط کنم. خیلی متشکرم ازتون، آرزوی خوشبختی مثل همیشه دارم و امیدوارم حالتون خوب باشه. متشکرم، مرسی.